در دوران رهبری آیت الله خامنه ای اعتراضات خیابانی متنوعی صورت گرفتند. مثلا در خرداد 71 پس از تخریب منازل بدون مجوز در یک منطقه محروم مشهد، در مرداد 73 به دنبال رد موقت لایحه استان شدن قزوین در مجلس، یا در فروردین 74 در پی افزایش قیمت حمل و نقل در اسلام شهر که همگی با شعار علیه دستگاه‌های حکومتی همراه بودند، یا وقایع تیر ماه 78 و حرکت اعتراضی سال 88 که به ترتیب پس از حمله 18 تیر به کوی دانشگاه و تخلفات انتخابات ریاست جمهوری دهم کلید خوردند و در ادامه متوجه مقام اول حکومت هم شدند. همچنین اعتراضات سراسری دی 96 و آبان 98 و تجمعات نسبتاً محدودتر تیر 1400 که جرقه‌شون بحران‌های معیشتی بود، ولی در هر نوبت شعارها سپس کلیت حکومت رو هدف گرفتند. یک الگوی مشخص در ادبیات سیاسی آقای خامنه‌ای معرفی معترضان به نظام در خیابان‌ها و به ویژه اونهایی که رو در روی نیروهای امنیتی ایستادند به عنوان جنایتکارانی بوده که با انسان‌های معمولی تفاوت دارند. این ادبیات با تاکید بر جدا کردن حساب مردم از چنین معترضانی همراه بوده که لابد دیگه انجام هر رفتاری با اونها مجازه. رویه‌ای که از همون اوایل دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای مشهود بوده، از جمله در واکنش به اعتراضات 9 و 10 خرداد 71 در مشهد. ضد انقلاب وارد ماجرا می‌شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مرداب‌های گندیده استفاده می‌کنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیندازن. توفاله‌ها و مغلوب شده‌ها و شکست خورده های جنگ بدر و حنین هم که امروز از این گوشه و اون گوشه سر بلند میکنن و میداندار میشن، از اراذل و اوباش هم استفاده میکنن. این اظهارات البته بخش علنی واکنش های گوینده رو تشکیل میدادن. در خاطرات 10 خرداد 71 اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به بررسی وقایع مشهد در هیئت دولت اومده، رهبری امروز با احضار وزرای مربوط دستور سختگیری دادند. 2 سال بعد و به دنبال شورش 3 روزه‌ای که از 12 مرداد 73 در قزوین شروع شد، صحبت‌های آقای خامنه‌ای در جمع اعضای دولت در روزنامه‌های 10 شهریور به چاپ رسید که در بخشی از اون به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تکلیف می‌کرد که مسئولیت دارند نگذارن اقتدار دولت شکسته بشه. گوینده تأکید داشت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد بشود. نباید نسبت به کسی که نظم عمومی را خراب می کند حتی اندکی اغماز روا داشت. 5 سال بعد آیت الله خامنه ای در مورد وقایع پس از حمله 18 تیر 78 به دانشجویان در ابعادی متفاوت دخالت کرد. از جمله در پیامی در 22 تیر 78 نوشت: جمعی از اشرار با کمک و همراهی برخی از گروهک های سیاسی ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربد جویی پرداختند. بعد هشدار داد که نظام این افراد رو به شدت منکوب خواهد کرد. پیام در ادامه گوشزد می کرد به مسئولان دولتی و به خصوص مسئولان امنیتی تأکید شده که عناصر مفسد و محارب را سر جای خود بنشانند. و با این دستور مستقیم تکمیل می شد که نیروهای بسیج باید دشمنان زبون را مرعوب و منکوب کنند. حدود 2 هفته بعد آقای خامنه‌ای در نماز جمعه تهران نتایج اجرای این دستور رو با ادبیات خودش تشریح کرد. بسیج وارد شد، اون نیروی اصلی و عظیم ملت ایران با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به کلی به طور قاطع مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کن. این ملت همون ملتیست که در طول این 20 سال هر وقتی که توطئه دشمن به هر شکلی از اشکال زیاده روی کرده است، با حضور سیلاسای خود در خیابانها، در تظاهرات، در اجتماعات، مثل رودخانه‌ای که میاد خس و خاشاک‌ها را پاک می‌کند و از بین می‌برد، وارد
میدان شدن، وارد صحنه شدن، خیال میکردن که این عوامل مزدور اونها توانستن یک شبکه منسجم قوی از اراذل اوباش درست کنن. نفهمیدن که با یک حضور بسیج، با یک حضور مردمی، همه اینها دوباره مثل حشراتی به لانه های خودشون خواهند خزید. رویکرد آیت الله خامنه ای به تحولات پس از انتخابات 22 خرداد 88 به اظهاراتش در سال 78 شباهت قابل توجهی داشت. او در فردای راهپیمایی سکوت 25 خرداد و کشته شدن تعدادی از حاضران در درگیری با نیروهای امنیتی به تخطئه خشونتی پرداخت که عاملان اون رو در میان معترضان خیابانی میدونست. همه باید در مقابل این خرابکاری ها بایستن، اعلام موضع کنن. همه باید بگن این تخریب هایی که انجام میگیره، این کارهای زشتی که انجام میگیره، بعضن جنایاتی که واقع میشه، این مربوط به هیچ کدوم از این اطراف قضیه نیست، مربوط به مردم نیست، مربوط به نامزدها نیست، مربوط به خرابکارهاست، مربوط به اخلالگرهاست. هیچ کس نباید کمک کنه به این تشنج آفرینی و اختشاش آفرینی و همه باید در مقابل او صریح موضع بگیرن. گوینده بعد در خطبه های نماز جمعه تهران تصویری را از وضعیت ترسیم کرد که گویا جماعتی از معترضان به نظام در حال عملیات تروریستی هستند. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند. تو خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج رو ترور کنند، عضو نیروی انتظامی رو ترور کنن، خب یک واکنشی به وجود خواهد آورد، واکنش احساسی به وجود خواهد آورد. اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. آیت الله خامنه ای در پی اعتراضات 7 تا 12 دی 96 هم به روال سابق این تحول رو رویارویی عده‌ای مزدور با ملت ایران دونست. ملت ایران در همه جای کشور از روز نهم دی این حرکت آغاز شد. بعد که دیدن نه، مزدوران دشمنان دست بردار نیستند، اون وقت پی در پی روزهای متوالی این راهپیمایی تکرار شد. اینی که فلان انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جایی جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است. اینی که یه عده‌ای از این تجمع، از این انگیزه سوء استفاده کنن، بیان به قرآن دشنام بدن، به اسلام دشنام بدن، به پرچم اهانت کنند، مسجد رو بسوزانند، تخریب کنند، آتش بزنند، یه حرف دیگه است. دو سال بعد وقتی تظاهراتی که در شامگاه 24 آبان 98 شروع شد به کشتار تعدادی بی سابقه از معترضان خیابانی انجامید، آقای خامنه‌ای در همون وسط اعتراضات قضاوت امنیتی خودش رو اعلام کرد، رفتاری که البته در سالهای 78 و 88 هم به صورت‌های دیگه تکرار شده بود. آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره، اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، چینه‌ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. او در سخنرانی جداگانه خودش در پایان سرکوب تجمعات آبان مدعی پیروزی در یک جنگ امنیتی شد، با ذکر اینکه کارهای این چند روز کارهای امنیتی بود و اینکه دشمنان عقب زده شدند. آقای خامنه‌ای در سخنرانی بعدی در جمع فرماندهان بسیج مستضعفین که به تازگی رویاروی معترضانی از طبقات محروم ایستاده بودند، واژه مستضعفان را هم باز تعریف کرد.
مستضعفین رو بد معنا میکنن، مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً یعنی این چند سال اخیر باب شده آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه، مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت. ویژگی دیگه گفتمان آیت الله خامنه‌ای در مواجهه با تجمعات اعتراضی منتسب کردن مخالفان حکومت به دشمنان خارجی بوده. آقای خامنه‌ای این اتهام آشنا رو به کرات در واکنش به اعتراضات خیابانی مختلف عنوان کرده. به عنوان نمونه پس از تجمعات خرداد 71 مشهد. همین قضایایی که اخیراً پیش آمد کردین، قضایای مشهد و امثال او، اینا کار دشمنه. دشمن نشسته هوشیار میلیون ها دارن صرف میکنن، بلکه اگر مبالغه نباشد عرض کنیم میلیاردها دارن صرف میکنن تا بتوانن ضربه رو به جای کاری این انقلاب بزنن. یا بعد از وقایع فروردین 74 اسلام شهر که گفت دشمنان از جمهوری اسلامی ناراحتند و در نتیجه توطئه میکنند، انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور میکنند، اینجا و آنجا را از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دچار مشکل میکنند، خرابکاری میکنند و جلوی بازسازی ملت را میگیرند، دولت میسازد و بازسازی میکند، یک ساختمان را مدتها باید خشت روی خشت گذاشت تا بالا برود، اما با یک ماده منفجره راحت میشود آن را منفجر کرد، جلوی این کار مشکل را میگیرند. شخص اول حکومت با همین روی کرد، تحولات تیر 78 رو هم کار آمریکا دونست. دشمنان اصلی ما که طراحان این قضایان در سازمان‌های جاسوسی دنیا، این پولی که مجلس آمریکا تصویب کرد که باید برای مبارزه با نظام ایران صرف بشود، این پول و چندین برابر این پول‌ها کجا مصرف شد؟ خب معلوم است برای همین جور طراحی ها مصرف می شود، شکی نیست. او بعدها تحلیل مشابه خودش رو از نقش بیگانگان در اعتراضات انتخاباتی 88 اینطور بازگو کرد. در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادن، خط تخریب خیابانی شروع شد. این ربطی به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، این مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست است. همچنین روایت مشابه خودش رو از وقایع دیه 96. دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید، همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای این که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. آیت الله خامنه ای البته به فاصله یک هفته اعتراضات 96 رو همزمان کار چند دشمن خارجی دونست. یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی ها و صهیونیست هاست. پول مال یکی از این دولت های خرپول اطراف خدیجه فارسه. ضلع سوم پادویشه، پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود. او پس از حرکت آبان 98 در همین چهارچوب تجمع کنندگان مخالف نظام رو وابستگان بیگانه و در مقابل کسانی که در تعدادی از تجمعات حکومتی حاضر شده بودند رو ملت اعلام کرد. یک توطئه عمیق، وسیع، بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت را انجام بدن، حرکت تخریب و
تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد. سرانجام اون که آقای خامنه‌ای در واکنش به تظاهراتی که در تیر 1400 از طرف معترضان به کم آبی در خوزستان شروع شده بود، بحران آب رو چیز کوچکی دونست که انگار تنها مشکلش اینه که باعث سوء استفاده دشمن میشه. البته مردم هم مراقبت کنن، دشمن از هر چیز کوچکی میخواد استفاده کنه علیه کشور، علیه انقلاب، علیه جمهوری اسلامی، علیه مصالح عمومی مردم. مراقب باشن دشمن سوء استفاده ای نکنه و بهانه ای دست دشمنان داده نشه. آیت الله خامنه ای از سوی دیگه در مقاطع گوناگون در مواردی حتی همزمان با دستور علنی برخورد با تجمعات، اصطلاحا خودش رو در جایگاه مظلوم وقایع کشور قرار داده. رویه‌ای که به طور معمول موجی از هیجان حامیانش رو برانگیخته و باعث خشم اونها علیه مسببان مظلومیت رهبری شده. مثلا در سخنرانی برای عده‌ای از جوانان حزب اللهی پس از حمله 18 تیر 78 به کوی دانشگاه، که البته در ابتدای اون حرف‌هایی در قالب مسالمت جویانه زد که از خودش سلب مسئولیت می‌کرد. مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال میکند. بارها این حرف را ما گفتیم، چرا گوش نکردند؟ چرا گوش نمیکنند؟ در ادامه اما چیزهایی گفته شد که احساسات مخاطبان را تحریک کرد. حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش میآورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس من را هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. بلا حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ ای سید و مولای ما، پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم. تنها یک روز پس از این سخنرانی که بخش‌های بظاهر دلجویانش باعث خوشبینی‌های شتاب زده شده بود، آیت الله خامنه‌ای با انتشار پیام خواهان برجای خود نشاندن عناصر مفسد و محارب شد و به بسیج مأموریت داد که دشمنان زبون رو مرعوب و منکوب کنه. آقای خامنه‌ای به دنبال انتخابات 88 باز با ارائه متنی مشابه هم امام 12 رو خطاب قرار داد و هم از امکان فدا شدن خودش سخن گفت. ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم
اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. مقام اول حکومت در کنار این نوع اظهارات معمولاً با بی‌تقصیر دونستن خودش در سیاست‌هایی که باعث اعتراض مردم شده، توجیهات جداگانه‌ای رو برای مبلغان مظلومیت رهبری فراهم کرده. مثلا او در آبان 98 هرچند ابایی نداشت تا قضاوت قطعی خودش رو مبنی بر نقش اشرار وابسته به خارج اعلام کنه، اما همزمان اصرار داشت که در مورد تصمیم نظام به افزایش قیمت سوخت مسئولیت یا حتی نظر خاصی نداره. وقتی یه چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم، گفتم من به آقایون، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه، لکن به عنوان یه آدمی که میبینه مسئولی کشور هست تصمیم گرفتن. زمان امام رضوان الله علیه هم همین جور بود. این در حالیه که افزایش قیمت سوخت تصمیم تشکیلاتی جدید به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سگانه متشکل از سران سه قوه بود که با حکم حکومتی شخص آقای خامنه‌ای تشکیل شده بود. به علاوه آیت الله خامنه ای به دنبال جنجالی شدن مصوبه این شورا مجدداً با حکم حکومتی جلوی تلاش عده‌ای از نمایندگان برای بررسی تغییر قیمت سوخت در مجلس را گرفته بود. مجموعه تناقضات واکنش‌های رهبر به اعتراضات آبان 98 به ویژه به خاطر تعداد زیاد کشته شده‌ها بازتاب بسیار وسیعی در فضای افکار عمومی داشت. شاید در همین پس زمینه بود که آقای خامنه‌ای حدود 2 سال بعد با احتیاط بیشتری در مورد اعتراضات تابستان 1400 موضع‌گیری کرد و در واقع تا 8 روز کلامی در مورد این تجمعات حرف نزد. آیت الله خامنه‌ای سرانجام پس از دریافت دوز دوم واکسن کرونا اظهاراتی محتاطانه رو در مورد وقایع تیر ماه بیان کرد که لحنشون موجب تصورات شتاب زده در مورد تغییر روش او شد. هرچند محتوای اظهارات آشنا بود، یعنی سلب مسئولیت شخص اول نظام از عمل کرده نظام. یکی از نگرانی های ما مسئله خوزستان و مسئله آب مردم و مشکلات مردم بود. اگر چنانچه توصیه هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز که این همه تأکید شد برای فاضلاب اهواز و مسائل آب، اگر چنانچه این توصیه ها مورد توجه قرار می گرفت، حالا مسلماً این اشکالات رو نداشت. نمیشه واقعا ملامت کرد مردم رو و بایستی به کار مردم رسیدگی بشه. باید رسیدگی می شد. اگر رسیدگی های لازم در وقت خود انجام می گرفت، مسلم این وضعیت برای مردم پیش نمی آمد. گفتمان مقام اول حکومت در مورد اعتراضات خیابانی صرفاً به معنی تحلیل وقایع جاری نیست و در عالم واقع تکلیف مجموعه وسیعی از نهادهای حکومتی رو تعیین می‌کنه. در این چهارچوب وقتی اون معترضان به نظام یا گروهی از اونها رو اوباش، اشرار، مفسد یا محارب مینامه و در حد کاغذ مچاله، خس و خاشاک، علف هرز یا حشره پایین میاره، طبیعتاً رفتار نیروهای انتظامی و امنیتی با این معترضان در خیابان و بازداشتگاه متناسب با چنین نگاهی به اونها خواهد بود. به همین ترتیب هنگامی که او از ریشه‌کن کردن طیفی از معارضان سخن میگه، تصریح میکنه که در موردشون حتی اندکی اغماز نشه یا حکم به منکوب و مرعوب کردنشون میده، قاعدتاً نهادهای قدرت در برخورد به اونها به شیوه دیگه ای عمل نمی کنن. باز در همین بستر، وقتی او در مواجهه با تقریباً تمام حرکت‌های اعتراضی سه دهه اخیر این حرکت‌ها رو وابسته به خارج از کشور و به ویژه آمریکا و اسرائیل می‌دونه، نحوه اعترافگیری از دستگیر شدگان، پرونده سازی برای اونها و صدور احکامشون رو مشخص می‌کنه. در عمل طیف بسیار گسترده‌ای از نهادهای حکومتی، اهم از نیروهای مسلحی که به خیابون‌ها فرستاده میشن، دستگاه‌های اطلاعاتی که اعتراف می‌گیرند، رسانه‌هایی که اعترافات رو پخش می‌کنن، دادگاه‌هایی که حکم میدن یا حتی دولت‌هایی که مجری سیاست‌های کلان رهبرن، همگی کما بیش همون کارهایی را انجام میدند که او مطالبه کرده. حتی اگر در بعضی مواقع به اهمال در اجرای دقیق دستوراتی متهم بشند که در رأس نظام صادر شدند.